از میفرمایید. جان پزشکی ایران روز جناب در بین خود گرامی میداریم. جناب دکتر خیرخواه. دکتر خیرخواه. خوشحال میشم اگر از من دقت بفرمایید. پروفسور خیرخواه هستم. لطفاً عوض کنید. عرض کنم که ایران در این 25 سال خیلی عوض شده و خیلی پیشرفت کرده. من حتما دوباره به ایران خواهم آمد و این بار با همسرم جسیکا و دو فرزندانم به ایران خواهیم آمد که آنها سرزمین تاریخی پدرشان را از نزدیک ببینند. امیدوارم که همه شما سالم باشید. با تشکر از جناب آقای مهندس تکنام که متولی دعوت از پروفسور خیرخواه به ایران بودند، فیلم بسیار خوبی ساختید. متشکرم. متن گفتارش هم خودم نوشتم. به به، معلومه که دستی هم در ادبیات دارید. آقای مهندس، خواهش می‌کنم. حالا انشالله اگه فرصتی حاصل شد حتما اشعارم هم براتون قرائت می‌کنم. انشالله. نونه بازوتو بخور. همینطور که برادران مستحضر هستید، مورد پروفسور خیرخواه چهارمی مورد موفق همکاران ما در بخش بهداشت است. این آمار برای دومین سال فعالیت مرکز ما آمار بسیار بسیار خوب. خواهش میکنم. ضمناً به اطلاعتون میرسونم که طبعا این سازمان که متولی تقسیم و تخصیص این بودجه بین سازمانها و نهادها هست، میتونه با گشاده دستی بیشتری در خدمت سازمانهای فعالتر باشه. خوشبختانه می‌بینید تمام بخش‌ها در این امر مهم بسیار فعال هستند. امروز که در اولین جلسه رسمی 6 ماهه اول سال هستیم، دروازه است. بله، بسته است. قراره که برادران مسئول و معاون از عملکرد نهاد و اداره و سازمان مطبوع خودشون حرف بزنن و گزارشی بدن و بگن برای جذب مغزا دکتر و دانشمندا از همه جای دنیا چه کرده اند تا حالا. جناب مهندس دامادی بفرما. عرضم به حضور انور وزیر و وکیل و مسئول محترم که در مرکز جذب مغزا هستید، اومدید اینجا نشستید با توجه به حضور مردم خوب و غیور که میخوان تو مملکت همه کارا بشه جور. ما تماسی داشتیم با 2-3 دانشمند که ایرانی اند و تو دنیا خیلی مطرحن، تا بیان ایران و جذب کار بشن، جوونا ببیننشون بی خیال فرار بشن. یکیشون تو کار ماهواره و موشک و فضاست، آقای کاظم میان، مهندس توپ ناساست. احسن. آقا این یکی هنرمنده با نمره همه کاراش 20، تو هالیوود مثل اون مدیر فیلم برداری نیست، اسمی اون داریوش خونزیه، همه میدونن واسه اون کارگردان و تهیه کننده سر و دستا میشکنن، همه میخوان ببرن اونو سر فیلم با هزارون خواهش. دیوید فینچر میاد واسه فیلم های پنیک روم و سون میبردش. احسن. یه دنه شخصیت های معروف و مشهور ایرانی توی امریکا کی میشناسید؟ اسمشی میخوام نگم. بگو. نه نمیگم. جونه من بگو. خیلی خوب میگم بابا آقاسی. نمیم بارون برای چون رو چه گل بارون میشه وقتی که میشینه دلدارو. نه بابا، اندل آگاسی تنیس بازی میگه، اونی که مسابقات روی هرچی تنیس رو بخت نبودی کردی کم اونه میگه. احسن. آقا بیژن. بله آقا بیژن. بله آقا جان. آقا بیژن طراح مشهور میگم، طراح عطر و لباس و ادکلون، طلب و جواهر و سایر اقلام واسه قر و قمیش، دوای کم شدن و زیاد شدن ریش. احسن. چه کرده آقا بیژن؟ آقا جون همه اینایی که گفتی به کنار، اگه راست میگی مثل ما برو میلیاردر ایرونی بیار که بیاد تو مملکت دیشتالا دیشتام بکنه، خرج بکنه، برج بسازه، هتلای خوشگل بسازه، ارز بیاره، اقتصاد و ورز بیاره، خلاصه یک کاری بکنه که جیب همه رو یاری کنه. احسن. گویا که دیگر کسی نمانده، حالا با بنده اگر موافقید دستا بره بالا. دستا تو هوا بالا. آقا البته گمونم یک نفری هست، خانم مهندس گوهری.
عرض کنم خدمتتون با تجسس‌های بسیار در احوال همه موزیسین‌های تو خارج، چه پرکار و چه کمکار و چه بیکار، ما دعوت نمودیم از استاد گلستانه که توی ستار نوازی افتخار ایرانه، ولی از شانس بد و اقبال نامراد ما شب قبل از اینکه ایشون به وطن سفر کنه توی سن 91 سالگی فوت میکنه. دیگه خودتون بهتر میدونید وقتی پای صحبت آقایون بشینید همه از تساوی حقوق زن و مرد صحبت میکنن و شأن زن و این حرفا، ولی آقای مدیر زن خاریه به چشم همشون. دروغ میگم؟ بفرمایید دروغ میگم. همین مهندس نکونا صحبتش بود که بشه مدیر کل مرکز موسیقی، ولی این پست رو دادن به من. ایشون داره از حسادت دق میکنه. بریم سر اصل مطلب با جزئیات کامل. مکس، ماجرا از همون روز شروع شد. اون روز روز بدی بود. ببینید خانم گوهری، گام ها به طور کلی در موسیقی کلاسیک دو جورن، گام های ماژور و گام های مینور. حالا اگه بخوام ساده تر براتون توضیح بدم، گام های ماژور یک کسال شادتری دارن نسبت به گام های مینور. گام مینور شاد، نه ماژور شاد، مینور غمگین. بله، هر 8 نوت پشت سر هم یک گام رو تشکیل میده، هر 8 نوت، که البته اسم گام رو هم از روی نوتی که اون گام باهاش شروع میشه میذارن. خب شما مثلا اینو گوش کنید. سلام همه جان. سلام عزیزم. همین الان یه فکسی رو دستم. ولی مثل اینکه ما وسط کلاس بودیم. خواهش میکنم، شما روسریتون باز رفته عقب، محض اطلاع. شما اگه خیلی ناراحتید مجبور نیستید نگاه کنید. ببخشید بچه. ببینم. نمیاد. خیلی تشکر کرده، ولی نمیاد. اشکال نداره، یکی رو پیدا میکنیم. زحمت نکش احسان جون. به نظر من نکونام راست میگه، هر چقدر دکتر مهندس ایرانی تو خارج زیادن، عوضش هنرمندی که ضوابط کاریش با مملکت ما بخونه کمه. خودت که میبینی 6 ماه داریم میگردیم که ازش پیدا نکردیم. میخواید از خیرش بگذریم؟ از خیرش بگذریم؟ شوخی میکنی؟ ببینم جون، اگه قرار باشه تو یکی از مدیران موفق این نظام باشی، اینا جزء امتیازات مدیریته. بعد از موقعیتات خوب استفاده بکنی، اونم یه همچین موقعیتی توی مرکز جذب مغزها که مدیرش معاون رئیس جمهوره. نگران نباشید، میگردیم یکی رو پیدا میکنیم. مجید کسرایی. کی؟ مجید کسرایی، نمیشناسیدش؟ آهنگساز صاحب سبک و معروف موسیقی تلفیقی، رهبر افتخاری ارکستر سمفونیک نیویورک، استاد موسیقی فولکلور ملل و 40 نو ساز میزنه. این خوبه. از این سازهای ایرانی تا سازبادی های اسکاتلندی و فلوت های پرویی ها رو میزنه و اینجا هم نوشته پاوروتی ازش خواسته توی آلبوم آخرش باش همکاری کنه، ولی استاد قبول نکرده. خب وقت این پاوروتی چه سازیه؟ از جهت شناخت سازها میگه. ساز؟ شما بزرگترین خواننده اپرای دنیا رو نمیشناسید؟ آخه پیکا جون، خودت که میدونی من گفتم خیلی وقتی نیست اینجا اومدم. حالا چرا قبول نکرده؟ انگار از این آدم گوشه گیراست. این سایت هم مال طرفدارشه. 5 ساله نه آلبوم داده نه کنسرت. هیچ خبری هم ازش نیست. از اون قرتی هست. شما که اطلاعی ندارید صحبت نکنید. نمی‌دونم فامیلتونه. شما به چه حقی راجع؟ بچه‌ها. این یارو انگار خیلی آدم مهمیه، نه؟ بله خیلی. خیلی. ببینید توی دنیا تقریبا یک آدمیه در حد نصرت فتحعلی خان. نصرت فتحعلی خان؟ ها، نصرت رو میگی. خب بفرمایید ببینم موضوع چی هست. میدونی چیه؟ یک استاد بزرگ موسیقی هست که سالهاست ایران نیومده. ما قصد داریم که چشم استاد. بسم ای تا گفتین ایشون هنرمند هستن؟ بله موسیقی دانن. یا لطیف، هنرمند ارزنده و گرامی استاد. استاد چیه؟ مجید کسرایی. بله. در راستای نهادینه کردن فرهنگ موسیقی در بستر جامعه و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی، بدین وسیله انزجار خود را از ببخشید عذر می‌خوام، من امروز 2 نامه شدید اللحن نوشتم، مقادیر قاطی کردم. کجا بودیم؟ هنرمند ارزنده و گرام استاد مجید کسرایی. این کارا به این سادگی ها نیست، نامه نگاری داره.
ما نامه زدیم به مرکز جذب مغزا، اونا زدن به امور خارجه، امور خارجه زد به مرکز فرهنگی در واشنگتن. اما وسط این نام نگاریا و ایمیلا و فکسا یه جای نفر اشتباه کرد. به جای ای آی آخر در واقع فامیل کسرایی آی آی زد. آی آی آی. Quiet, Bashi. Get away from my house, you freaky fat ass. Go away, you pig, you big shit. آقا جون، اینجا آمریکاست. حرف اول و آخر دلار میزنه. اونایی که یه امکارشون موسیقیه، اینجا هشتشون گروه نوعشونه. شماها که دیگه تکلیفتون روشنه. ببین آقای درزی، دارم بهت میگم این ویدیو امروز حاضر بشه، فردا تمام تلویزیونای ایرانی الی دنبالشن. بچی تو باید بدوی دنبال مکس، اونم سر ناز کنی. مکسی که من میبینم اگه فیلم سینماییشم در بیاد هیچ فایده ای نداره. بابا جون چه جوری حالیت کنم؟ اینجور موسیقیات دیگه دورش تموم شده، گذشت، خلاص. بابا تو چرا متوجه نیستی؟ من 4000 دلار خرج این ویدیو کردم. شما تا الان نظیر این ویدیو رو ندیدی آقای درزی. یه دختر برزیلی آوردم توش. هنی هنی منی بیبی، این بابا کرم میرخصی، باورت میشه هنی؟ نه باورم نمیشه هنی. یه هفته، فقط یه هفته فرصت داری چه ویدیوتون رو نشون بدن چه ندن. بعدی یه هفته من خودم یه خواننده جدید میارم. اوکی؟ اوکی بابا. راستی این نامه برای مکسه، امروز صبح اومد، بهش بده. دفتر فرهنگی ایران در واشنگتن. یعنی چی؟ این چیه؟ بلیت تهرونه. نو no, شت. به اسم منه، فرست کلاس. ببینم. سرکاریه؟ مگه چی نوشته؟ هنرمند ارزنده و گرامی استاد مجید کسرایی و هیئت همراه. سرکاریه؟ کیف نبنی. نونا، شب قبل اینکه این اتفاق بیفته من یه خواب خیلی 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 ترسناک دیدم. میدونین چی دیدم؟ شما فکر کنین یه گلدفیش خیلی 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 کوچیک کف لیویل رو به من را میرفت، بعد سوسکو خورد. اوه، اصلا من همیشه خوابام درسته. میدونین شب قبل اینکه پدرم بمیره من چه خوابی دیدم؟ مکس. آه ساری، اوکی من باز پرتاب شدم. مکس سلام روی تن من. حتما کلکه، میخوام بکشنه. مزخرف نگو، واسه چی باید مکس رو بکشن؟ من چه میدونم؟ نگین افتخار هنر ایران. من It's a joke, Max. ما با کسی شوخی نداریم. آخه کسی میاد واسه شوخی 2000 دلار خرج کنه؟ کیو کشف کردن که مکس نابغه موسیقیه ها؟ خب حتما یه چیزی رو میدونن که میگن دیگه. من میدونم قضیه چی؟ چیه؟ رفورمیستا. رفورمیستا دیگه کیه؟ ببین
شما حتی از دوروبر خودتونم خبر ندارین، چه برسه به ایران. یک انقلابی تو ایران شده به اسم اصلاحات. خب این چه ربطی به داستان من داره؟ اینا دارن تمام ایرانیایی که مقیم خارج کشورن و دوباره برمیگردونن تو ایران. مثلا همین پارسال پسرعموی بابای منو که یه خلافکار درجه یک بود برش گردوندن ایران که هیچ، خونش همش برگردوندن. حالا چرا من؟ این همه خواننده مشهور توی LA هست. خب استپ بای استپ مکس، اول تو، بعد جلال همتی، بعد چم داریوش هانی. ولی اینا چیه اینجا نوشته؟ من خیلی چیزاشو نفهمیدم. این یعنی چی؟ ایرانی که در میان قوغاسالارانی است که سازوکار امروز جامعه مدنی را بر نمیتابند. این فارسیه؟ آره، منتها زبان فارسی توی مدت خیلی تغییر کرده. اینا هم فکر میکنم راجب کنسرتی باشه که تو قراره توی ایران بدی. دشمن، اگه قرار باشه بری ایران کنسرت بدی باید با زبان فارسی جدید آشنا بشی. خودم یادت میدم، هیچ مشکل نیست. ببین مثلا اینجا سازوکار یعنی کنسرت، هم ساز هم کار. قراره کنسرت بدم توی ایران؟ آره، قوغاسالار یعنی گیتاریست. قوغاسالاران که جمعشه میشه چی؟ میشه ارکستر. حقیقتش اینه که من فکر میکنم تو نشون دادن تصویر جدید ایران یه کمی اگزاجریت کردم. چی میگین شما؟ آها، اغراق. راستش دست خودم نیست، بعضی وقتا یه کمی زیاد اگزاجریت میکنم. زهر مار، خجالت بکش. Unbelievable. الهی، الهی. ببین چه جوریه. ایشون هستن؟ هنرمندن دیگه. امیر علی زود باش بگیر اومد. چقدر بچش برق میکنه. شبیه ضد انقلاباست. زنده باد آزادی. میدون شهیات. این پمپ بنزین هنوز هست. انشالله که پایان دوری هست. استاد ما در برنامه 5 سال. اوه جوانان 54. من یه دونه قرمزشو داشتم. اصلا باورم نمیشه. فکر نمی‌کردم دو مرتبه چشمم بهش بیفته. جوانان 54. واقعا استاد این احساستون قابل تقدیره. Underground. الکیه ها؟ نه خیر. مترو داریم. بابا ایول. ایول. شهر رو ساختینا. جالبه شما خیلی بیشتر از اونی که ما فکر میکردیم ایرونی هستید. ایرونی بودن یه چیزیه که اینجاست. به اینجا بودن ربطی نداره. من خودم تو گروه هم یه پیت دارم، آمریکاییه اما از من ایرونی تره. پیت؟ پیت قوغاسالاره. بله؟ قوغاسالار گروهه. من قربونتون برم. الهی من فداتون بشم. Oh my god. استاد ما بهترین سویت این هتل رو برای شما در نظر گرفتیم. فداتون بشم. الهی. خیلی متشکرم. وای تهران رو ببین چقدر بزرگ شده. فکر نمی‌کردم یه بار دیگه بتونم توی این تهران نفس بکشم. الهی. من مطمئن هستم استاد شما به زودی به این هوا عادت میکنید. بله منم مطمئنم. آب میل دارید؟ نه مرسی عزیزم. میگم ما انقدر سرمون شلوغ بود که اصلا من و خانم به هم معرفی نشدیم. شما؟ من پگاه هستم. پگاه؟ به بچه اسم قشنگی. من خیلی خوشحالم استاد کسر. راستش اصلا باورم نمیشه. به من بگو مکس عزیزم. اوکی؟ خانم پگاه آهنگرانی، مشاور من و عضو ارکستر سمفونیک تهران. اوکی، و شما چی میزنی؟ من ویولونسل میزنم. ویولونسل؟ منم چهچه میزنم. البته استاد ما بی‌صبرانه منتظر شنیدن موسیقی شما هستیم. قربونتون برم، من فداتون بشم الهی. ایشونم آقای احسان گوهری، دانشجوی ممتاز رشته علوم سیاسی، برادرزاده و رئیس دفترم هستن. هر دوی اینا میزبان شما هستن. من دیگه از نسل جوان ایران. استاد باید خدمتتون عرض کنم که شما مایه مباهات ما هستید و امیدواریم که ما جوانان رو از حضور پرفیضتون محروم نکنیم. اوکی. و این فیلمبردار خوشتیپ شما؟ من امیرعلی هستم.
امیرعلی چه اسم قشنگ، خوشبختم امیرعلی. مرسی. خب امیرعلی جان شما چی کار؟ من فکر میکنم بچه ها بهتر شما رو تنها بذارن که استراحت بکنین. میدونیم راه طولانی اومدید. ما فردا برای بازدیدتون خدمتتون میرسیم. بفرمایید. قبل از رفتن ممکنه من بگین دستشویی کجا؟ بفرمایید. منشینتون. بسیار خوب. انقدر دچار فوران شده بودم همه چیز یاد رفت. میشه به من بگی چرا اینقدر با من لج بازی میکنی؟ چه لجی کردم؟ من صبح به تو نگفتم لباس عوض کن سرتم شونه بزن؟ خب به کسی نگو پسرتم کابرود نره. مثل همین استاد که بهش نگفتی. منم نمیگم. صداتو بیار پایین. نپرسید که بگم. بله نپرسید. ببین امیرعلی من یه مسئولیتی رو به تو سپردم. دلم میخواد از پسش خوب بر بیه. حالا تو نسی خوب فیلم برداری بکنی یا نه؟ بله خانم مهندس. مسخره میکنی؟ چی شد؟ میدونین من چند ساله که مسترهای ایرونی ندیدم؟ ها؟ 20 ساله من ندیدم. 20 ساله. من دارم برای مسترهای ایرونی غنج میزد. ولی نبود که بیاین ببینیم چشوریه نگاش کنیم. من میتونم یه دونه سیگار بکشم؟ نه خیر. جریان چیه شما قبل سیگار بدید؟ شاید یکی بخواد سرطان بگیره. خانه هنرمندان. تشکر میکنم از تشریف فرمایی اساتید محترم. سلام علیکم خانم مهندس. علیکم سلام. این طرف ها اومدم که مهمون عالی قدرت رو ببینم. سلام استاد. سلام به روی ماه به چشمی سیاه دل ماهی. به نظر هنرمند فرهیخته ای میان. همچنین محض اطلاعاتون همینطور دانشگاه جان هاپکینز و رهبر افتخاری ارکستر سمفونیک نیویورک خیلی مقدم میگوییم. اینا اینجا همین اینجا که گفتن همین جان هاپکینز اینا. استاد بفرمایید. قربونتون برم الهی فداتون بشم. من حرف زدن بلد نیستم، فقط میخوام بگم که من تمام عمرم رو وقفه موسیقی کردم، ولی تازه چند روزی که فهمیدم هنرمندم. قربونتون برم. به هر حال از همه شما ممنونم، از هنرمندان گران و گرانمایه، اساتیدها و منتقدینها که با شرفیابی خودتون مفتخر فرمودید. راستش من نمیتونم احساسمو بهتون بگم. اجازه بدید به جاش یک آواز براتون بخونم و بزنم. اوکی؟ خیلی ما را به الطاف خودتون مزین میفرمایید استاد. اگه نمیخواید بخونید من یه بهانه برای جمع بیارم. نه دوست دارم. آخه اینجا؟ نه من عادت دارم، تازه یه غذا بخورن راحت ترم هستم. بله. قطعه‌ای که میخوام براتون اجرا بکنم اسمش هست آتش دل. تحفه سبزیست برگه درویش، چه کند بی نوا نداند بیش. آتش دل. عجب سوتی، فیلم تمام شد. اگه خوبه یا زشت به پاد نوشته جنون، که هر چیزی به دست سر نوشته جنون، بیا تلخی مکن اخم تو واکن، یا که دنیا بیمه و مطرب چه زشت جنون.
تیروم تیروم آخ جون، میخوام بروم آخ جون، بیا جلو آخ جون، تو باغ نو آخ جون، عدس پلو آخ جون، بخور و برو آخ جون. داش 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 داشم من، مته خشخاشم من، تو چمن آب پاشم من، عاشق دنبکم من، صیاد اردکم من. وای 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 عزیزم حالت چطوره؟ حالا احوالت چطوره؟ تو که همچین نبودی عزیز چرا دیر اومدی؟ تو که غمگین نبودی از عمر خود سیر اومدی؟ وای 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 مجید کسرایی امکانات نهفته در موسیقی فولکلور تهران را کشف کرده و در قطعه درخشان آتش دل ضمن تسلطش بر گوشه های موسیقی ایرانی به تلفیق غریب دست می‌یابد. او آگاهانه کلیشه‌های مرسوم بر ضد خود آنها استفاده می‌کند و وجه تازه‌ای از موسیقی فولکلور تهران را به شنوندگان می‌نمایاند. آم بیلیوبل. دلم می‌خواد درزی اینجا بود اینو می‌خوند. آم بیلیوبل. بفرمایید. سلام استاد، ببخشید. سلام. تو اینجا چی کار میکنی امیر؟ آه من امیرعلی و دوستاش دیشب با هم پارتی کردیم. پارتی؟ پارتی؟ پارتی نکردیم. کی گفت پارتی کردیم؟ هیچ میدونید که امروز از 10 جا با ما تماس گرفتن، دعوتمون کردن، از فرهنگستان ادب گرفته تا مؤسسه تحقیقات زلزله. زلزله؟ بله. بس که این مکس زلزله است. یس. امیرعلی مکس یعنی چی؟ گوهری تک ایت ایزی، مردم از بس بهم گفتن استاد. اصلا یه چیزی از این به بعد تو هم باید بهم بگی مکس. اوکی؟ آخه این که نمیشه استاد. عوضش منم بهت میگم. اصلا اسم تو چی هست؟ اسمش فریباس. فریبا، خوشوقتم فریبا. خانم گوهری، ببینم امیرعلی فیلم خانه هنرمندان چی شد؟ ها فیلم همون یه دونه بود. خب ولی آواز استاد توش نبود. راستش وسطش فیلم تموم شد، منم یادم رفته بود، یعنی وقت نکردم فیلم بخرم. وقت نکردی؟ امیرعلی تو خیلی بی مسئولیت هستی. من یه کارو به تو سپردم، یه کار ببین چی گند زدی. من هر کاری میکنم توش یه گندی در میاد. بده یکی دیگه وسط فیلم برداری کنم. اوکی بس بس، اینجا هر گونه جنگ و دعوا ممنوع. آخه ما اصلا فیلم اجرای آتش دل شما رو نداریم. آتش دل میخوای؟ Here it is. سورپرایز، آتش دل و بقیه کارام همه در یک سیدی. واقعا چقدر عالی. Unbelievable. ای شیطون خانم مگوهری. Anyway، این شما و این استاد مجید کسرایی. اینکه سی دی نداره. ما خونمون وی سی دی داریم، میتونیم بریم خونه ما ببینیم. دارین منو دعوت میکنین خونتون؟ یس. خب بله، اشکالی نداره، میتونید تشریف بیارید منزل ما. اوکی. در ضمن بچه‌های ارکستر سمفونیک توی تالار منتظر شما هستن. من فکر میکنم دیگه بد نباشه تمرینای کنسرتتون رو شروع بکنید. عصرا براتون قرار گذاشتم تو دانشکده هنر سخنرانی بکنید و فردا ان شاءالله تشریف میبرید کلنگ دانشکده موسیقی رو میزنید. برای دانشکده موسیقی من حاضرام بیلم بذارم. گله نمکم ها. خب هر وقت حاضر بودید اتومبیل دم در منتظر. نه من با امیرعلی میام، باید لباسامو عوض بکنم. هر جور میلیتونه. من انشاءالله شما رو توی تالار میبینم. سایه مبارکم نشه. بای. سایه مبارکم نشه. رئیسو عصبانی کردی یا؟ ولش کن، همیشه دنبال بهانه است با من یه دعوایی را بندازه. میدونی مکس اصلا از من خوشش نمیاد. یعنی چی؟ مامانته. مامانم؟ درسم که تموم شد حتما میرم خارج، همه از شهرم خلاص میشن. میخوای بری خارج؟ فکر میکنی اونجا چه خبره؟ برات ریختن؟ اینجا چه خبره؟ کلافم کردن. کلافه
بار میگه برو بیرون، یه بار میگه بیا تو، یه بار میگه از این طرف، یه بار میگه از اون تو، یه بار میگه برو بالا، یه بار میگه پایین، یه بار میگه وایسا، یه بار میگه بشین. اگه باب میلش نباشه چیزی که میگم، پوری میگه ساکت، همینی که میگم. همه چی با کتککاری یا با داد و فریاد، باید همونجوری باشه که ایشون میخواد. مدلمون رنگ لباس موسیقی یا کتاب، وقت بیداری و صبحونه و ساعت خواب. هگیر میده میگه برو این کارو بکن، هگیر میده میگه نرو اون کارو نکن. میخوان یه مدیر نمونه باشی، همه کارا و رئیسه همه جا باشی، از صبح تا شب مدیریت حتی تو خواب. دارین دنبال چی میرین؟ دنبال سراب. هیچ وقت خونه نیستین، همش سر کاری، از ما و حرفا و کارای ما بیزارین. یه روز گیر میدی میگی لباست تنگه، یه روز همونا میبینی میگی چه قشنگه. هی میرین سفر دور دنیا، پول مملکت رو میفرستین هوا. اگه بخوام با شما از عشق حرف بزنم، یه چیزی بارم میکنی میگویی تو دهنم. شما که شب و روز توی کارت شدی اسیر، حرفای ما جوونه رو بشت و خانم مدیر. میگی داری مملکت رو میسازی واسه شما، میگم آخه بی عشق مگه میشه بابا. آدمای تنها تنها، آدمای بیروح بیروح، دشمن رنگا. میگی میخوام تو زندگی تو همه چیز بشه جور بشه جور، ولی آخه عزیز من چه جوری بازو بازو. تو همکارات میگفتین شهر رو میسازین میسازین، ولی خاکستری و بی عشق شهر که ساختین ساختین. همتون هر روز بی عشق میرین سر کار سر کار، واسه نسل آینده چی دارین؟ دودو عزیز دل من، قربونتون برم الهی. خارج بودن دیگه. اویلیبل، باورم نمیشه. شما چی میزنی عزیزم؟ ترومبون. منم چه چه میزنم، قربونت برم. به به پگاهی عزیز من. سلام استاد. سلام. خانواده خوب هستن؟ خانواده خوب هستن؟ میفرمودید. واو. خب من شما رو با استاد تنها میذارم تا به تمریناتون برسید. با اجازتون. بسیار خوب استاد، ما در خدمت شما هستیم. خب اول اینکه از این بعد دیگه بعد به من بگین مکس، اوکی؟ مکس. اون وقت اسم شما چی بود؟ من تربیت هستم. ای بی تربیت. استاد پارتیتورها، نوتاتون رو کی در اختیار ما میگذارید که تمرین رو با بچه‌ها شروع کنیم؟ این قرتی بازی ها چیه؟ همینجوری با هم میزنیم تا یه چیزی از توش در بیاد. همینجوری؟ آها. یعنی امپروویزه میکنی؟ ها؟ آخه اینا از روی نوت معمولا کار میکنن، برای اینکه دائم کلاسیک کار کردن. بتوون، باخ، موزارت. بتوون، متوون کیه؟ جلال همتی رو عشقه. استاد شما یک آنارشیست واقعی هستید. مخلص شما مکس. بسیار خوب، شروع کنید. چقدر انقلابی. اوکی. شروع میکنیم. تو مجید کسرایی واقعی رو میشناختی، متوجه ماجرا هم شدی، ولی به کسی خبر ندادی، چرا؟ نه من متوجه نشدم. من دو سه تا عکس بیشتر ازش ندیده بودم که توی اونا هم ریش داشت و موی بلند و عینک. فکر کردیم حتما ریشش رو زده، چون دماغش همون بود. ماجرای سخنرانی دانشگاه هنر چی بود؟ دانشگاه هنر؟ با کی رو سخنرانیش کار کرده بود؟ کار نکرده بود، فکر نمی کنم. میدونید مکس اصلا سیاسی نبود، حرفاش یکم عجیب غریب بود، یعنی خیلی عجیب غریب بود، ولی اصلا اونجوری نبود که تو روزنامه ها گندش کرد. تشکر از اجرای خوب گروه نینوا، گروهک نینوا. خواهش میکنم که تشویقشون بفرمایید. خب جایگاه و شأن استاد مجید کسرایی در موسیقی امروز جهان بر کسی پوشیده نیست. استاد مجید کسرایی همطور که اطلاع دارید اهل سخنرانی و شرکت در مجالس و مجامع نیستند، اما امروز بر ما منت گذاشتن و قرار شد که برای هنرمندان، عزیزان اهل ادب، چند کلمه ای صحبت کنند.
خواهش میکنم، استاد مجید کسرایی. دستتون درد نکنه، من قربونتون برم. والا اینجا هی به من میگن سخنرانی بکن، من سخنرانی بلد نیستم، بلخصوص که زبون فارسی عوض شده، ولی یواش یواش یاد میگیرم. من آهنگ ساختن بلدم. اصولا موسیقی چیز خوبیه، چون حال آدمو جا میاره وقتی آدم حالش بده. امیدوارم به زودی بزرگان موسیقی کشورمون به ایران برگردن. البته ما قوقاسالارای خوبی در ایران داریم. راستش به من گفتن که به اینا درس بدم. من هر کاری که بتونم برای مردم میکنم، ولی وقتی جلوی این قوقاسالارا میستم واقعا کیف میکنم. من اگر میدانستم که شما آنقدر مرا دوست دارید اصلا نمیرفتم. من یک عمر در دیار غربت برای غریبه ها خواندم، ولی دلم اینجا در ایران بود، پیش شما که دورنگار من بودید. شما مردم معاند و حقشناس من را نهادینه خودتان کردید. در راستای اینکه زیر ساختهایتان تقویت شود، به شما قول میدهم که یک سازوکاری برایتان راه بیاندازم که تا به حال در ایران ندیدید. یک سازکار توت. قربونتون برم، یه دقیقه اجازه بدید، یه چیز دیگه میخوام بگم، گوش بدید. اگه میدونستم اینقدر دوستم داری، اینقدر همیت و باحالی، خب نمیرفتم توی دیار غربت با این همه راستا و محبت. عمری واسه غریبه ها بخونم، ولی دلمو طرف ایرون بپرونم. پیش شما که دور نگار من بودید، یارانه ساختار من بودید. شما مردم خوب و متمدن، مردم مهربون و متمکن. ای مردم معاند و حق شناس، مکس دیگه نهادینه شماست. ای مردم معاند و حق شناس، مکس دیگه نهادینه شماست. اجازه بدین، اجازه بدین، واسه تقویت زیر ساختاتون یه سازکار توپ دارم براتون. یه سازکار توپ، یه سازکار توپ، یه سازکار توپ و نیزون که تا حالا ندیدید توی این. تساهل و تسامو تو سازکار، فراخان تار و قوغاسالار، پایان سازی بهینه با گیتار، ضرب و شتم دنبک گروه فشار، تشتت موزون نماهنگ، فرهنگ منحت خیلی قشنگ. مجید کسرایی، من سازوکار سیاسی ایران را تغییر میدهم، باید جلوی قوقاسالاران ایستاد. ای بابا، این که این حرف رو زده؟ امان از دست این خبرنگارا، برو بیشتر از این نظر مصاحبه بکنه. باش. بله، وز کنی صحبت میکنم. احساسم اینه که میخوام اینجا رو تا میشه کلنگ بزنم، خودم این مدرسه هنری درست بزنم. آخش آخش. مرسی بچه ها، مرسی، خوب بود. برای امروز فکر میکنم کافیه. یکم روی آخر قطعه باید بیشتر کار بکنیم. شهاب جان یک کمی پایین گرفتی. مرسی، خسته نباشی. من قربونتون برم الهی، من فداتون بشم. توپ توپ. تربیت جان، من قربونتون برم الهی. معجزه کردی، معجزه. معجزه استاد؟ با این آتش دل من تو چه کردی؟ والا فقط سعی کردیم که نظر شما رو جلب کنیم. ببخشید استاد. جانم. شایان جان. جونم. من نمیدونم، ولی یه جورایی هر کاری میکنم انگار حسش در نمیاد. کجاش؟ کنترپوانش. ها؟ خب اگر حال بکنی و بزنی در میاد، حالا هرچی هست که میگی. بعدم این نوتا رو وردار با دلت بزن، اوکی؟ خب اینجوری که نمیشه، من اینجوری اصلا عادت ندارم. خب تمرین بکنی عادت میکنی، ها؟ به به، پرزیدنت آینده. خب امشب کجاییم باس؟
خونه سفیر فرانسه. واو، خونه سفیر فرانسه. پس من یه دبلیو سی برم و بیام. اوکی استاد. استاد تربیت، اون آقا چی رو پایین گرفته بود؟ لا ای بی تربیت. عرضم به حضورتون که بنده داشتم کارتون رو گوش میدادم، همچین خوب شدین. مرسی. خب البته ما تازه داریم ظرافت‌های موسیقی مکس رو میفهمیم. حالا تو این ارکسترتون چقدری بهتون میدن؟ خب بستگی داره، برای هر اجرا بین 40 تا 50 تومن. اک، این که پول رفت و برگشتتون هم نمیشه. خب بله، موسیقی درآمد زیادی نداره میدونید، ما برای عشقمون ساز میزنیم. حالا چرا تو عروسی‌ها نمیزنین؟ بله؟ به جان خودم، البته این مزگونتون زیاد به درد عروسی‌ها نمیخوره، ولی اشکال نداره. رفقای من یه ارکستر عالی دارن، یه شب عروسی میزنن 500-600 کاسبن. من الان براتون یه زنگ میزنم. چی فرمودید؟ گفتی به تو عروسی‌ها بزنه؟ خب من چه میدونستم اینقدر بهش بر میخوره؟ خب برای اینکه سازش مال عروسی نیست. دختره بی تربیت کم مونده بزنه تو گوشم. ازش متنفرم. تو یه گفتی ازش خوشم میاد. من نگفتم ازش خوشم میاد. خیلی هم اتفاقا دختر پررو و گنده دماغیه. فقط گفتم خوشگل. اتفاقا دختر مهربونیه. اگه کم بیشتر بشناسیش عاشقش هم میشی. عاشقش بشم؟ من تو این چیزا برنامه‌ریزی دقیق دارم. اینو ببین. چه؟ نام پدر شو. استاندار وزیر. این خیلی خوبه. سکس. واو. ببین این اسم تمام آدمای مهم مملکت. دختر دم وقت داره. خب من میخوام همسر آینده‌مو از تو اینا انتخاب کنم. ندید؟ آره ندید. دارم جمع‌بندی میکنم با توجه به جمعی جوانب، انشالله بهترین همسر رو برای خودم انتخاب کنم. اون وقت این جمیل جوانب شامل خود دخترم میشه؟ خب یکم. پس عشق چی؟ اینجور احساسات آدم ها به هورمون آدم مربوط میشه. من که به عشق اعتقادی ندارم، من به هورمون اعتقاد دارم. با توجه به جمیل جوانب تو آدم گوهی هستی. بله، ولی یه گوه موفق. عقل من به هم میگه با این خانوم ازدواج کنم، به خاطر آیندم میگه با این خانوم ازدواج کنم، ملک و پول و پست و ثروت جهیزیه این خانوم، جوانه و شرایط میگه بدون عشق ازدواج کنم. از طرفی من میخوام بلکه بشه عاشق بشم، پشت کنم به پول و مقام بلکه بشه عاشق بشم، سیرت خوب و صورت خوب بشه شرط و شروط ازدواج، هدف و بذارم زیر پام بلکه بشه عاشق بشم. عشق چیه؟ چه شکلیه؟ نمیدونم از کجا میاد، اگه یه وقت عاشق بشم چه بلایی سرم میاد. عشق چیه نمیدونم، میترسه آدم ازش زیاد، زندگی عوض میشه وقتی که سراغت میاد، عشق عجیبه مثل سایه دنبال آدم میاد، هدف و پول و پست تو یه چشم هم زدن میده به باد، هدف و پول و پست تو یه چشم هم زدن میده به باد، میده به باد، میده به باد، میده به باد. صمیمی با مکس؟ نه خیر، اصلا اینجور آدم ها از جنس من و شما نیستن. اجازه بدید یک مطلبی رو میخواستم خدمتون عرض کنم. خداوند شما رو حفظ کنه. در اینجا جا داره که از شما و همکارانتون که واقعا زحمت میکشید در راه اگه شما میزبان ایشون نبودید. اجازه بدید یک واقعیت رو خدمتون عرض کنم برادر سخایی. بله برادر سخایی. سیگار؟ نه خیر. احسنت احسنت، خدا رو شکر که شما اهل مخدرات نیستید. منم اصلا سیگار نمیکشم. واقع امر این که بنده فقط به حکم وظیفه‌ای که در قبال مملکتم دارم و فقط به خاطر عشق به خدمت این کارو قبول کردم. ولی بله خب بریم سر مطلب حمله به مکس اون روز هتل. بله بله. از تمرین که برمیگشتیم هتل
جمعی از ملت عزیز و همیشه در صحنه‌مون منتظرش بودن. الهی اینا طرفدارا من. من قربونتون برم. من فداتون بشم. الهی آقا ما وظیفه داریم آقا ما نباید اجازه بدیم که تو این مملکت بساط مطربی را بیفته. اومدن اینجا بساط مطربی را میندازه، جوون انحراف میده. اصل قضیه رو بگو، اصلا چجوری وارد این ماجرا شدی؟ اوکی ببین خدا داد اگه گل نفری هوای برداشت باشه یه موتور فر میشه. من دیگه گفته باشم آقا بگیرش بزن تو سرش، نه کشش کن تو چشش، بگوش خاک بر اون سرت. بیا اینجا ببین ما یه استراتژیک بیشتر نداریم، اونم اینه که میری تو زمین و گل میزنی. به ابوالفضل قسم اگه گل نزنی ها حلقومت از ریمیت میکشم بیرون. هری بیا ببینم بی همت بی غیرت. خیابون جمعت نگرده بودم چه خاکی می‌خواستی تو این سرت بکنی؟ سلام علیکم قادر جان. بعدشان لباس جدیدتون رو براتون آوردم. به 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 دمت گرم. بده ببینم آجی، بده ببینم دستت درد نکنه. دستت آجی من قرار نبود این دفعه بزنیم مرگ بر انگلیس. مرگ بر انگلیس فعلا در دست بررسیه. همین مرگ بر امریکا خوبه دیگه، چی می‌خوای بدتر از امریکا؟ واقعا مرگ بر امریکای خونخوار. مرگ بر امریکا. شما رو سه بیا بیرون ببینم. بله آقا. شما رو سه. آقا من نمیام. بهت اخطار میکنم با پاهای خودت بیا بیرون. آقا میزنی من نمیام. خب معلومه میزنم، تو هم میزنم، اصلا همه رو میزنم، پدرتونم در میارم. بیا بیرون. میزنی آقا من نمیام. میری تو اون عنصر خود فروخته نفوذی رو با از زمین با لگد پرتش میکنی بیرون تا من تکلیفمو باش روشن کنم. برو تو ببینم پدر سوخته لیبرال. آقا من نمیام. قادر جان کفشای جدیدتونم براتون آوردم. دمت گرم حاجی، دستت درد نکنه. این یارو رو دیدی؟ کی؟ این یارو مکس امریکاییه. امریکاییه؟ یا آهنگساز اومده اینجا میگه بعد جلوی قوقا سالاران ایستاد. بله؟ بده ببینم. نکن قادر جان، از این حرفا زیاد میزنن. وقتی طرفو دعوت میکنن اینجا بعد میبرنش هتل استقلال، متوجهی که وقتی طرفو میبرن هتل استقلال بعد مراقب حرف زدنش هم باشن دیگه نه؟ ما جون کندیم که توی این مملکت بساط مطربی را بیفته. بله بله، که این آمریکای جنایتکار بیاد فرهنگ ما رو لگدمال کنه. مگر این که از روی نش من. خیلی خوب، خونتو کثیف نکن، تو فقط روز و هتل رو تعریف کن. بله آقا، ما ریختیم دم هتل این آقا و ضرب و شتم نکردیم، شروع کردیم به شعار دادن و اینجور کارا. ولی آقا اینم خدمتتون بگم، اگه 3 سال پیش بود همچین ضرب و شتم بهش می‌کردیم که پدر جدش هم بیاد جلوی چشماشی فکر کرده بود. ولی آقا این یارو مکسه اصلا تو باغ نبود، این بود که ما فکر کردیم که گفت و شنود هم ضرری نداره، این امتحانی بکنیم. کاپیشینو آخه به قیافه من میاد من این چیزو بخورم، چرا حرف به شکم من میدین شما؟ معذرت. اشکال نداره، برو داغ بشین. بیا کاپیشینو. خیلی خوب، چی داشتم میگفتم؟ داشتی راجب لگدمالی یه چیزی میگفتم. آها، تو فکر کردی ما میذاریم که تو بیای اینجا فرهنگ ما رو لگدمال کنی؟ اومدی اینجا آواز بخونی؟ آره؟ سر خود که نایمدم، اینویتیشن داشتم، دعوتم کرده بودن. بفرما، ده بفرما، داره واسه من آمریکایی هم حرف میزنه. ای مرگ بر اون آمریکا، شما فکر میکنید ما نمیدونیم شما حقوقتون از کی دارید میگیرید؟ شما از اون جورج بوش و اون مایکل جکسون صهیونیست و اون متالیکای صهیونیست حقوق میگیرید که بیاید اینجا اشاعه فساد بکنید. اشاعه فساد میکنید؟ تو داری با من شوخی میکنی ها؟ شوخی؟ ما با برای بچه ها میزنیم ریشه شما و اربابتون رو قطع میکنیم. تو چی فکر کردی؟ تو فکر کردی من نمیدونم کی تو رو فرستاده اینجا؟ کی دعوت کرده تو بیای اینجا؟ اون باعث و بانی نمگین فشار از بالا و چانه‌زنی از پایین تو رو فرستاده اینجا که بیای این کارا رو بکنی. تو فکر میکنی من نمیدونم؟ زشته. چی؟ همین
فشار رو بالا و پایین. مگه نمیدونی خانم نشسته؟ چی داشتم میگفتم؟ داشتی حرفای رکیک میزدی. آه، داشتم میگفتم که تو فکر کردی ما اجازه میدیم که تو جوانهای ما رو انحراف کنی، جوانهای ما رو منحرف بکشونی. چای تو بخور. نه نخور، یه مو توشه. مواد میریزه؟ چی؟ مواد، داری کچل میشی؟ بی خودی بحث رو عوض نکن، به قیافه من گیر نده. تو فکر میکنی من خبر ندارم که اون سازمان سیاه معلومه؟ چی؟ این که موام داره میریزه، تازه اون وسطش بالاش بدتر هم هست. آقا چیکار کنم؟ 6 ماهی شروع کرده به ریختن، اعصاب مصم هم خورد کرد. حتما صبح که بیدار میشی متکات پر موه. نه آقا نگو، بالشم رو که میبینم و اصلا قصم میشه، اصلا دپرس میشم، یه جوری میشم. دوات پیش منه. واقعا؟ داوود جان یه کاغذ مداد بیار عزیزم. آقایون خانواده مادری و پدریت کچل هم؟ نه آقا، همین الان آقام مو داره اینجوری، اصلا پریشون. آها. از مال شما خیلی قشنگ تاره موهاش. دست در نمانه، فدات بشم. خب اول باید این ریشاتو کوتاه کنی. ده؟ یعنی چی این حرف؟ این حرف یعنی چی ریشتو کوتاه کن؟ باز برود خندیدن پاشم منقرضت کنم؟ ریشتو کوتاه کن یعنی چی؟ این حرف یعنی چی؟ بله. سلام علیکم. سلام. میتونم با خانم مهندس گوهری صحبت کنم؟ بله شما؟ بفرمایید مهندس ورزی. مهندس ورزی تو؟ بله. باریکلا. ببین از این دفعه اینجا زنگ زدی مثل آدم خودتو معرفی کن. خب؟ کیه؟ میگه مهندس ورزی هم. چه دیمنزه؟ بله. سلام خانم گوهری، احوالتون چطوره؟ سلام علیکم قربان. در جریان اخبار تلویزیون هستین؟ خیر. شبکه یکو بگیرین لطفا. گوشی حضورتون باشه. قطعنامه ضمن اعتراض به سیاست‌های فرهنگی دولت خواستار اعمال نظارت بیشتر بر دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی کشور. ملاحظه فرمودید؟ قربان من به محض اینکه خبردار شدم خودم رسوندم اونجا و مسئله سریع حل شد و معترضین محل رو ترک کردن. بنده قربان از جریان قطعنامه و این ماجراها مطلقا اعتراضی ندارم خواهر من. بله؟ هیچ چیز مثل یک استیضاح فرهنگی محبوبیت وزیر رو بالا نمیبره مهندس. مسئله نگران کننده بازتاب بین‌المللی این حادثه است. الان که دنیا متوجه ماست چنین اتفاقاتی میتونه تأثیر منفی در وجهه بین‌المللی ما داشته باشه. خب بله، همینطور که شما میفرمایید. مثلا فردا با شما و استاد کسرایی ملاقات داشته باشه. فردا؟ باید دنیا بفهمه که ما طرفدار فرهنگ هستیم. باید به دنیا ثابت بکنیم که طرفدار فرهنگی. یه همچی چیزی. مهندس ورزی برای چی اصرار داشت مکس رو ببینه؟ والا بنده بی اطلاعم، چرا از خودشون سوال نمی‌کنی؟ دیگه شورشو در آوردن. عجب. عنصر معلوم الحال اونم به استاد. Unbelievable. من تا حالا تو زندگیم یه مهندس ورزی واقعی ندیدم. چطوره؟ مهندس پسند شدم؟ چی بگم والا؟ نه اینکه بد باشه، خیلی هم خوبه. ولی میدونید جناب ورزی آدم بسیار بسیار جدیه. من فکر میکنم بد نباشه که یکم سنگین‌تر. بله، سنگین‌تر. گارت. فکر کنیم ایشون می‌خواست بیاد پیش مهندس ورزی. من که نمی‌ذارم. اوکی. ها؟ سنگین شدم. اینه گور نازنین، اینه گور نازنین، یک تم پهلویم نشین، یک تم پهلوی. این سالی میمونی، این سالی. بفرمایی. های 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 های. حالا انگشتای پا تو حس کن. آه. حالا کف پا. حالا یکم بالاتر ساق پا. آره. حالا بالاتر گوشاتو حس کن. حالا قلبتو احساس کن. آها. حالا مغزتو احساس کن. حالا همه تنشا رو با یک نفس بریز بیرون. آه. خب حالا یه نفر
روزی 12 دقیقه یه دستشو میذاری رو قلبت، یه دستشو رو مغزت، خب که حست به فکرت، فکرت به حست نزدیک بشه. من این متد از گورو لامپی یاد گرفتم، بخوای اون الان انجام میدم. ها استاد نه نه ممنونم استاد، باشه باشه برای بعد. بعد اوکی خب، حالا هر وقت اومدی لس آنجلس خودتو میبرم پیشش، میگن حتی سرطان رو با ماساژ خوب میکنه، باورت میشه؟ خیلی ممنونم، شما لطف دارین استاد. راستی یادم رفت بگم یه کادو برات دارم، آتش دل و بقیه کارام همه توی یک سیدی. متشکرم، این فوق‌العاده است. Unbelievable. Unbelievable. اوه، همه روزنامه رو که خوندی، چرا پرتش میکنی؟ خفه، میدم بیام کتبسته ببرن تا با اون سیبیلات. من از اولم به این ماجرا مشکوک بودم، به کل ماجرا. میدونی البته هیچ وقت آقای مکس نتونست که منو گول بزنه. از زمانی که توی سازمان آب و فاضلاب من با خانم مهندس گوهری همکار بودم، میدونستم که یک روز نظام از ناحیه این خانم حتما دچار ضربه میشه. این قضیه رو به برادرانم گفتم. میدونین که برادرشون فرار کردن دیگه. پس شما مطمئنین که از هویت کسرایی با خبر بوده؟ نه، من دقیقا نمیتونم روی این قضیه قسم بخورم، ولی ببینید بی‌کفایتی این خانم قبلا به من ثابت شده بود در امر مدیریت و الانم با این قضیه به بقیه هم ثابت شد. میدونین با این آقای مکس امریکا تونست چه ضربه‌ای رو به ایران بزنه؟ آبرون رفت. آقا پای پور نقشبند کی به این ماجرا کشته شد؟ ببینید من درست رفتم که ایشون رو از این ماجرا آگاه کنم، در حقیقت از این توطئه، ولی متاسفانه ایشون دچار یک اشتباه استراتژیک شد. بزرگان موسیقی کشورمون به ایران برگردن. البته ما قوقاسالارای خوبی در ایران داریم. راستش به من گفتن که به اینا درس بدم. من هر کاری که بتونم برای مردم میکنم، ولی وقتی جلوی این حرفای گنده گنده میزنی آقای دکتر، این که چیزی نیست، برادر یه سری بریده جراحی تهیه کردم که میدم خدمتتون. تمام شاهکارهای این آقای مطرب امریکایی اینطور. بفرمایید. به به، آقای مهندس ورزی هم که با این آقا دل دادن و قلبه گرفتن. آقا رو خنده نداره، در واقع گریه هم داره. این آقا توی مملکت تبدیل به یک پدیده شده، اون وقت ما اینجا دست گذاشتیم رو دست و نشستیم. نگاه کنید، نگاه کنید، این اون چیزیه که ما میخواییم. بله، شرایط فرق کرده برادر من. یک وقتی شرایط ایجاب میکرد اونطوری، حالا شرایط ایجاب میکنه اینطوری. متوجه که چی میگم؟ نه، من خیلی متوجه نمیشم. این آقا رو نگاه کن، در انتخابات آینده این جناب رقیب انتخاباتی من. حالا این حرکت معنیش چیه؟ همه اونایی که اونجا مکس مکس میکنن رأیشون رو میدن به این آقا. اون وقت ما چی؟ باید جلو بریم و بوق بزنیم. پس تکلیف ارزشه ما چی میشه آقای دکتر؟ این مطربه ول کن آقا، شما که کاسه داغ‌ترازاش شدی، بذار ما مستر امور بشیم. تکلیف خواسته هم به چش. بله، ولی من نگران بودم که چی میگی آقا؟ بندازیمش زندان؟ شهروند امریکایی که هست؟ بهانه بدیم دست این بوش جنگ طلب دیوانه برای حمله نظامی به ایران؟ جوابشو تو میدی؟ عزیز میخوام آقای دکتر، شما میخوایم بگین که این مردک مزلف برای امریکایی اینقدر مهمه؟ اصلا چی میدونی؟ شاید این بچه المصالحه امریکا باشه برای ایران. عمه، دکتر پول نقشبنده. سلام علیکم دکتر، ارادتمندم قربان. دکتر پور نقشبند؟ این دکتر پور نقشبند کی هست؟ میخواد لابد مکس رو ببینه دیگه. دکتر؟ مگه من مریضم که میخواد منو ببینه؟ نه بابا، دکتر حقوق داره، رئیس جمهور آینده مملکت قراره بشه. واو کول، من تا حالا تو زندگیم پرزیدنت ندیده بودم. مکس ببین، مکس یه زحمتی میتونی به من بکشی؟
رفتی پیش این دکتر پورنقشبند یه تحقیقی بکن این دختر دم وقتش شوهر کرده یا نه، شاید رفتیم خواستگاریش. باشه میپرسم. الهی موش بخورتت، این امیرعلیه؟ آره میبینی چه لپایی داشته، چقدر توپل مکل بوده. آخیش الهی الهی آخیش چقدر خوشگله اینجا. نه آره دست درد نکنه. چای سبز چینی بفرمایی. دست درد نکنه. باید خوشمزه باشه ها. هر چیزی که مکس بپزه خوشمزه است. اون غذای چینیت هم خیلی خوشمزه. او مای گاد، امیرعلی بغل مامان. او مای گاد. میدونی چیه مکس؟ امیرعلی همیشه عادت داشت وقتی میخواست بخوابه دستای منو بگیره تو دستش تو خوابش ببره. اینجا الان دستای منو تو عکس. الانم اینجوری میخوابه. حالا به من سلامم بکنه خیلی. بیخیال. بیخیال یعنی چی امیرعلی؟ ما کار به کار هم نداریم. اینجوری جفتمون راحت تریم. راستی مکس سیدیو ندیدیم ها؟ خیلی حرف بدیه ها. چی؟ اینکه ما کاری به کار هم دیگه نداریم. نشیدی میگن سلطان غم مادر؟ خب یعنی چی؟ یعنی اینکه مادرها خوبن، میمیرن برای بچه هاشون. این حرف مال شهراست مکس، الان از این خبرها نیست. راست میگه، این مال اون زمانیه که بچه ها اینقدر بیچشم رو نبوده. بفرما، بدهکارم شدی. نه جان من، بیا طلبکارم بشو. میدونی چی امیرعلی؟ تو خوشی زیر دلت زده. من همه امکاناتو برات فراهم کردم. 20 سال خودمو وقف تو کردم. به خاطر تو ازدواج نکردم. به خاطر من؟ بابا جون تو با کارت ازدواج کردی. اگه شوهرم کرده بودی بعدش الان عین من بدبخت بود. خیلی خوب، خیلی خوب. من با کارم ازدواج کردم. خوب کردم. دیگه حرفی نیست؟ نه خیر، قربان شما. بدهکارم شدیم. آخه کی آزنه زندگی سگیو تا؟ احسان تو یه چیزی بهش بگو. ازدواج نکردم، ازدواج نکردم. بابا این امیرعلی اعصاب من. امیرعلی زشته. چی زشته بابا؟ بذار حرفمو بزنم. مهم اینه که آدم با بچه‌ش قاطی باشه، بشناستش. بشینن دو کلمه با هم حرف بزنن، با هم حال کنن. اصلا شما الان میدونی وضعیت درسی من چطوره؟ دانشگاه میرم یا نه؟ من الان ترم چندمم؟ تو امسال ترم چهارمی، معدل ترم پیشتم 14 و خورده‌ای شده، یه دو واحد ادبیات افتادی، این ترم رفتی سه واحد حذف کردی که نمیدونم چرا. هفته سه روزم داری میری استخر، فیلم کوتاه دوستتم فیلمبرداری کردی. ضمناً یواشکی سیگارم میکشی. گوهری پوزشو خوردی ها. بریم فیلممونو ببینیم. خب حالا که دعوای خانوادگی تموم شد، من میخوام یه نطق بکنم. خیلی ممنونم از این که منو به ایران دعوت کردید. سلیقه حسنتون رو تبریک میگم، من رو شکوفا کردید. امیدوارم یک چنین جمعی رو توی ایران خودمون داشته باشیم که داریم. این شما و این ناتاشا. خزه روی سنگ مثل عشق تو در قلب من ناتاشا. خزه روی سنگ مثل عشق تو در قلب من ناتاشا. اینو ببینید، این نماد عشقه. حالا ببینید چی میشه. دلم برای تو خیلی یا کنی شکر. قشنگ نیست؟ آخ قلبم. چرا مکس؟ اینو تو بیچ اورنج کانتی گرفتی، همین ویدیویی که 4000 دلار خرجش کردی. اینا بچه های گروه هست، حالا شب کنسرت میان میبینیشون. ناتاشا دلمو شکستی. ناتاشا ناتاشا توی قلب من نشستی. ناتاشا ناتاشا قلب من شد پاره 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 شد عشق من بیچاره آخ بیچاره آخ بیچاره قلب من شد پاره 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 شد عشق من بیچاره ناتاشا ناتاشا با رقیب من نشستی توی بنزین. اینم حمیده، قبلا دوم مدیر برنامه جلال همتی بود. جلال همتی؟ آره جلال، عدس پلو. قبل از این آلبوم عدس پلوش تو کافه ها پلاس بود. حالا خودش واسه ما میگیره. آره میدونی این تلویزیون های ایرانی اله پدر سوخته ها این ویدیوی ما رو پخش نمی کردن. میدونی این مافیا میمونن، نمیذارن هنرمند رو پیشرفت بکنن. حالا دلم میخواد ببینم این آقای شبخیز باز میتونه جواب تلفن منو نده.
شبخیز؟ آها شبخیز؟ آره شبخیز. راستی یادم رفت اینو بگم، از کابار تهران زنگ زدن گفتن وقتی که مکس اومد یه دونه برنامه براش گوشیم با جلال همتی. باورتون میشه من و جلال دو نفری با چی شد؟ سب کن یه دقیقه مکس، داری سر به سرم میذاری دیگه. آره این از اون شوخی های مکسیه نه؟ شما فیلم کنسرت کارنگی هالتون رو ندارید استاد؟ کنسرت؟ کنسرت کارنگی هال با پیتر گابریل. من چه میدونستم؟ بدبخت شدم. من اینویتیشن داشتم. من دعوت شده بودم. من نمیتونم. آقای درزی نامه رو داده بود به حمید. من نوشته بودم. نگین افتخار هنر ایران مجید کسرایی. خب منم مجید کسرایی هم دیگه. من دارم مثل گنجشکه دارم زهر ترک میشم امیرعلی. من اعدام. ببین چی به روزم آوردی. غلط کردم خواه. غلط کردم. امیرعلی مامان تفتیش داره. نه بابا. داستان مدیریت من امیرعلی تمام شد. نگاه جون میفرستنم برای معاونت شهرداری خوش تازه اگه از این بدتر نشه. وای خیلی نامردی اگر من اعدام بکنم. اصلا خوب نیست. چیکار کنم؟ مگه تو چیکار کردی که اعدامت کنم؟ فوقش 5 6 سال میندازنت زندان دیگه. مزخرف نگو احسان. وای وای اگر مهندس فرضی بفهمه چی میشه یعنی؟ تقصیر این بدبخت که نبود که، خود شما دعوتش کردین. من غلط کردم. من استاد مجید کسرایی رو دعوت کردم. نه این مطرب با اون آهنگای در پیتیش. فولکلور تهرانی. فولکلور تهرانی. میکشم. برگم شو. شده خواهر کوبیتا آمده؟ کوبیتا کجا بود؟ این نوار سوار قبیلت دست مهندس برزیه. را چی کار کنم؟ چرا کبیدی؟ باشید دیگه. وای چقدر بدبخت شدم. حالا چی کار کنم؟ وای خدا وای سلام خانم گوهر خوش آمدید. جناب مهندس تشریف دارن؟ بله ولی متاسفانه فرمودن تا ساعت 11 کسی رو نمیپذیرن. اشکالی نداره، من فقط اومدم ببینم فیلم استاد کسرایی رو دیدن یا نه. این هفته که همش درگیر جلسات و اینجور چیزا بوده. آخه میدونید استاد کسرایی یکی از اون فیلمای خانوادگیشون از اون الکی پلکی رو دادن به ایشون. من اومدم اونو بگیرم فیلم اصلی رو تحویل بدم. پیش پای شما ازم گرفتن که نگاش کنن. حالا تشریف داشته باشیم. خزه روی سنگ مثل عشق تو در قلب من ناتاشا. خزه روی سنگ مثل عشق تو در قلب من ناتاشا. الان دلم برای تو تنگه. الان دلم برای تو خیلی. Stefan, ja Stefan, ich geh' ich an uns.
اون شب تا صبح همش کابوس دیدم. واقعا شب وحشتناکی رو گذروندم. چرا وقتی هویت واقعیش براتون مهرس شد اطلاع ندادی؟ من سعی کردم. قبول دارم اینجا رو من اشتباه کردم. آبروی مملکت رو بردین خانم. اینجاشو اشتباه کردین؟ کنسرت مکس باید لغو بشه. چطور مگه؟ اگه اجازه بدید خدمت برسم حضوراً عرض میکنم. موضوع چیه خانم؟ آخه یه مشکلی پیش اومده. یکی از بستگان استاد کسرایی فوت کردن. ایشون فوراً میخوان برگردن آمریکا. خداوند رحمتشون کنه. از جانب من به ایشون تسلیت میگید. ولی رفتنشون در این شرایط جایز نیست. ولی قربان اصلا روحیشون برای کنسرت خوب نیست. خیلی بیتابی میکنن. ای بابا من جلسه دارم خانم. حلش کنید. چشم. من سعی خودمو میکنم. خداحافظ. خداحافظ. چی شد؟ اونا میخوان بمونی و کنسرت تو بدی. خب این که میشه سه روز دیگه. من میخوام برگردم آمریکا. من نمیدونم چی کار باید بکنم. نمیدونم چه خاکی باید تو سرم بریزم. این لباس از کجا آوردی؟ احسان داد. تو رو خدا منو نفرستین پیش دکتر پورنقشمند. اعدامم میکنن ها. شما مسئولین ها؟ ده بازم که اعدامم میکنن. تقصیر شما نبود که اینا شما رو دعوت کردن. بعدش هم شما مگه چیکار کردین قمی ترسی؟ نه ترس مکس. ان شاءالله همه چی درست میشه. تو برو جلو من خودم پشتتم. راننده پورنقشمند دمه در منتظره. مردم ما به نان نیاز ندارن، به شادی نیاز دارن، به زندگی نیاز دارن و ما تصمیم داریم این مطالبات برحق راست میگه والا مردم شادی میخوان. مردیم از بس که فیلم های گریه دار دیدیم. حالا سریال ها رو که دیگه نگو. استفاده از هنرمندان فرهیخته ای چون مجید کسرایی عزیزه. هنرمندی که با اون آقا کیه؟ دکتر پورنقشمند دیگه. نه اون یکی مو بلنده. استاد مجید کسرایی مکس. پس مکس مکس که میگن اینه؟ مکس؟ همواره بر بستر شعر و موسیقی حرکت کرده و موسیقی دانها. مریم خانم، مریم خانم یه دقیقه بیا اینجا. چیه؟ چی شده؟ این آقا رو میشناسی؟ برای شخص من آرامید و تراییم. من شخصا با ملاحظه صورت ایشون و مطالعه سیرت ایشان یاد فارابی میفتم. این که آقا مجیده؟ مردم ما از حضور ایشان شما اینو میشناسین؟ مستفیض گردن. این تو عروسی ما میخون. تو تلویزیون چیکار میکنه؟ اشتباه میکنیم بابا. این آقا 30 سال تو امریکا زندگی میکنه. دکترای موسیقی داره. بفرما. تازه خودت هم تو عکس هستی؟ خودتی نگاه کن. راست میگه خودشه. خیلی آدم خوبی بود. آدم. تا فهمید که ما وضعمون خوب نیست. مجانی تو عروسی ما خوند. راست میگه. عروسی ها میخوند؟ آره دانشجو بود. اما خیلی خنگ بود. فکر نمی کنم درسش هم تموم کرد. ولی من خیلی خوشحالم که اینجا پیشرفت کرده. صداش مال نبودا. یادم اون روزا یه آهنگی افتاده بود سر زبونه مردم. اینم هر عروسی جشن تولدی میرفت این آهنگو میخوند. اینجوری بود. شب آشنایی مریم بیا بیا. شمع من از همون اول بهم دروغ نگفته بود و خدا رو شکر موفق شدم که مشت این استاد کسرای قلابی رو هم دستاشو باز کنم. البته من فقط به وظیفه خودم عمل کردم. ببینم معلوم شد که طراح این توته کی بوده؟ فعلا که مکس ناپدید شده. بله. بله؟ صبح که رفتم هتل دنبالش گفتن دیشب آخر شب رفته. بعد از اون هیچ تماسی با شما نداشت؟ اگه داشت که فوراً اطلاع میدادم. من هر جا که خودم به فکرم میرسید دنبالش گشتم. نبود که نبود. تقصیر خودم بود. همون شب باید تحویلش میدادم. چه اشتباهی کردم. با اجازه. آقای مفیدی. سلام علیکم. شما که هیچ سفارشی به جناب سخایی نکرده بودید. ایشالا همه چی درست میشه. پس من میتونم امیدوار باشم؟ برادرها دنبال این آقا هستن. معید باشیم.
خود ایز مایید باشی؟ یه چیز تو مایید دمت کرد. اوکی. چه خبر؟ هیچ، همه جا دارن دنبالش میگردن. تو که چیزی رو لو نداری؟ نه، خیالت راحت باشه. مکس بیا بیرون، خبری نیست. ما میریم تو حیاط، فقط به جون. سلام. سلام. تعقیبتون که نکردن؟ نه، نترس، اونا به من اعتماد دارن. من اصلا صحبتی نکردم که به من مشکوک بشن. خانم گوهری؟ ها، من از شما معذرت میخوام. من شما رو سرافکنده کردم. شما رو من حساب کرده بودین، ولی من تو خالی از آب در اومدم. تو اصلا گناهی نداشتی، داشتی زندگی تو میکردی. تقصیر خودم بود. میدونی من از چی ناراحتم؟ از این ناراحتم که برای چند روز فکر کردم یه هنرمند واقعیم. فکر کردم اسمم میره تو کتاب تاریخ موسیقی ایران. فکر کردم جلو هزار تا آدم میتونم کنسرت بدم. برای خودم یه کسیم. ولی حالا فهمیدم که همون مکس کافه های لس آنجلسیم. مکس، بدون ریش و سیبیل خیلی بهتری. جدی میگی؟ آخه اونجور ریش و سیبیل مال بچه قرتی هست. الان قیافت خیلی مردونه تره. جون مکس راست میگی؟ یه اینک تو بردار، یه دقیقه اینک تو بده به من. اینو برات گرفته بودم که موقع خدافزی بدم بهت. خب الانم موقع خدافزیه دیگه. مکس ممنون. بزن بزن ببینم بهت میام. واو، چه ماه شدی فریبا. خب پس متوجه شدین که چی گفتم؟ یه هفته میرین ویلای پگاجون اینا تا آب و از سیاب بیفته، بعد ما خودمون ردتون میکنیم. اصلا نمیخواد نگران باشین. میگم عمه، اصلا واسه چی باید بریم دنبال پگا؟ من که خودم دارم میبرمش. عمه جون، تو که خودت میدونی جوان تنها رو تو جاده میگیرن، تو با یه زن باشی کمتر بهت مشکوک میشن. مکس بریم. الان میام حساب. برو مکس. خداحافظ. مرسی. میگم پگاه خانم، این ویلاتون چند متره؟ چطور مگه؟ هیچی، از لحاظ چیز امنیتی میپرسم. 1000 خورده ای درست نمیدونم. واو، 1000 خورده ای. میگم مگه شما پدرتون معلم ویولون نبود؟ خب معلم ویولون ویلا داره؟ این سوال چیه؟ باز شوخی جدیده؟ نه به جان خودم، واسه این پرسم که بیس باز رسی. حجابتون درست کنید. حواست باشه ما زن و شوهری ما. باشه. سلام علیکم. سلام علیکم جناب سروان. واقعا بهتون خسته نباشید میگم به خاطر همچین وظیفه خطیر. ما که شما رو میبینیم اصلا احساس آرامش میکنیم. نمیدونم جدا اگه این ایستای بازرسی نبودن چه مفاسدی که در این مملکت رخ نمیداد. مگه نه خانم؟ البته باید بگم که با عرض معذرت جناب سروان، در مورد ما تیرتون خورد به سنگ، چون من و خانم زن و شوهر هستیم. با اجازهتون دیشبم مجلس عروسیمون بود، جاتون خالی. البته مختلط نه ها، زنان مردونه جدا، ما از این خانواده های لاوبالی نیستیم. ایشون هم فتان خانم خدمتکارمون هستن.
با اجازهتون الانم داریم میریم ویلای. نه آقا، این بیناموسی ها که شما میگین مربوط به پلیس را نمیشه. ای شما پلیس را شما هستی؟ شما چون بالا سبقت غیر مجاز داشتین باید جریمه بشین. گواهی نامه و کارت ماشین. بابا پس چرا رفتی اون تو؟ خاک تو سرم، یادم رفت. بیا بریم چای تو ماشین بخوریم بهتره. نه اینجا خلوته، بعدم قشنگه. خودت میدونی دیگه اگه مشکلی پیش بیاد تو این موقعیت. پگاه کجاست؟ پگاه همین دو. ای وای طاهری عبدالعدیفر دختر استاندار سیستان. دنبال این میگردیم؟ خیلی ممنون، مال منه، افتاده از جیبم، بدین دیگه. اینا چیه؟ اینا خب اسم دیگه. بله اسمه، اسم پدر، شغل پدر، اسم دختر. بدین من، خیلی متشکرم. ماشاءالله سلیقتونم که خیلی خوبه، همه پدرها وزیر و معاون و مدیراملن. مثل اینکه این تو فقط پدر من سیاست مدار نیست، بله؟ خب پدر همه که وزیر و وکیل نمیشن. آخه، برای من ارفاق کردی؟ هر چی باشه من و شما همکاریم دیگه. برای من ارفاق کردی؟ ای بابا من کی گفتم که اصلا برو خجالت بکش. پگا خانم، پگا در اجازه به توضیح میدم. لازم نکرده توضیح برو بس. احسان بزن کنار. حالا چی میشه؟ من که خیلی امیدوارم بتونیم ردش کنیم. تو رو میگم. نمیدونم. فعلا که استعفامو نوشتم تا ببینم چی میشه. یه وقت نندازنت زندون. برای تو که بد نمیشه. از شهر من خلاص میشی. اون که آره. ولی من بیشتر به فکر پول تو جیبیمم. نه خیلیشو برید. دیبونه. جای مکس خالیه ها. منظور؟ دارم فکر میکنم مکس بابای خوبی میشه ها. جدا؟ تو نظرت اینه؟ آدم توپیه. خب پس بابا موامو خراب کردی، موبایل تو جیبم بود. بیام بیرون حالتو میگیرم. بابا این یارو دیوونه است، میگه میخوام بمونم. یعنی چی؟ یعنی که من نمیخوام از ایران برم. یعنی که اینجا کشور منم هست، من میخوام بمونم. خب اگه بمونی میفتی زندان، میفهمی؟ گفتمش نقاش را نقشی بکش از زندگی، با قلم نقش حبابی بر لب دریا کشید. یعنی چی؟ یعنی که من میخوام بمونم.
اومدم جناب مهندس ورزی رو ملاقات کنم. اسم و شماره تلفنتون رو بفرمایید، باهاتون تماس میگیرم. بفرمایید پور نقشبند اومده ملاقاتتون. کیف حاله که؟ نه نه قربان ببخشید آقای نقشنپور، پور نقشمند اومدن ملاقاتتون. سلام عرض میکنم. مشرف فرمودین جناب پور مهندس. جناب پور نقشمند هم میفرمودین بنده خدمت میرسیدم. احتیاجی نیست مهندس جان، من اومدم راجب این آقای مکس باتی صحبتی داشته باشم. بله 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 خشم بفهم بفهم. کسایی که شعبه آفا با هم شما خوبین؟ خیلی به مرحمتون. بفهم خشم بفهم. شما خوب هستی مهندس؟ به مرحمت شما. چه خبران؟ خبر خیر، درگیر سفر آندرا آقاسی به ایران هستیم. چه خوب، اگه کمکی از دست من برمیاد بگین در خدمتتون هستم. حتما از تجربیات شما استفاده خواهیم کرد. این اساتید ایرانی که از اونور دنیا میان یکم لوسن. مخصوصا با یه خورده فرمایششون. امشب کنسرت استاد کسرایی که در خدمتتون هستیم مهندس. خیلی دوست داشتم که در خدمتتون باشم ولی متاسفانه کنسرت لغو شده. چطور؟ کارتش اینجاست. مال امشبه. بله. ولی حتما باهاتون تماس میگیرن که بگن کنسرت لغو شده. بله بفرمایید. راست کن. از مرکز موسیقی. عرض نکردم. خانم مهندس گوهری عزیز سلام. حالتون خوبه؟ حتما. مهندس نکونام هم اینجا تشریف دارن خدمتون سلام میرسونن. خیلی متشکرم. خدا نگهدار. مهندس گوهری خیلی به شما سلام رسوند. گفت کارتاتون رو فرستادن دفترتون. سلام. خودشه، دستگیرش کنین. دستگیرم کنین؟ نه آخه چرا؟ تشریفیه نداره متوجه میشه. نه نه شما توجیه نشدید، من توجیه شدم. مصلحت اینه که من امروز موزیک بزنم. بلند شو آقا، بلند شما وقت اضافه نداره. چه خبره؟ برادر ساقی، من به دفتر شما زنگ زدم چون تشریف نداشتین، تصمیم گرفتم که خودم رسن اقدام بکنم. تو با اجازه کی سرتو انداختی پایین اومدی اینجا؟ والا ایشون فرمودن. برگه ماموریت داری؟ راستش نه، من همینجوری اومدم. سوء استفاده از عنوان. میری خودتو معرفی میکنی دفتر من، اونجا میمونی تا تکلیفتو روشن کنم. یالا یه دقیقه اجازه بدیم ببینم این آقا باید دستگیر بشه، این استاد قلابی باید دستگیر بشه. استاد کسرایی رو میگی؟ این چه طرز حرف زدنه؟ برادر سخی چه خبر شده؟ این خواننده در پیتی بوده تو امریکا. ایشونو بفرستین سازمان اونجا بمونن تا وضعیتشون روشن بشه. بفرمایید. صبر کنین ببینم شما چی دارین میگین، تو این مملکت چه اتفاقی داره میفته؟ من ماجرا به مطبوعات میکشونه. با زبون خوش میره یا یه جور دیگه حالیت کنم. یالا بفرمی. بیا شلو ببینم. به معلوم تهمت ناروا میزنی. یک پدری ازت دارم که خودت حس کنی. برو دنبالشون. خسته نباشید برادر سخایی. این آقا در خدمت شماست. از این به بعد مسئولیت ایشون با شماست. من مخلص همه مسئولینم هستم. این افتضاحی که به بار اومده باید خودت یه جوری راست و ریسش کنی. میری اون تو کنسرتتو میدی میذاری میری پی کارت، یک کلمه هم حرف اضافه نمیزنی دیگه. نمیدونم قوغاسالا رو این حرفو نداری ما، مفهومه؟ من باید خدمتتون عرض کنم کاملا توجیهشون کردم. یه چیزی بهت بگم، هر مزخرفی که دلت میخواد اون تو بخون، ولی اگه ببینم که داری حرکات موضوع میکنی با دستای خودم خفت میکنم. اوکی. این لباس مسخره هم در بیار، عوض کن. اوکی. شما کم عصبانی هستید، میخواین به اون روش گور لامپی من یه ماساژ شقیق دارم دیوونه میشم برادر سخبی. شما بفرمایید من اینجا هستم.
متشکرم، خیلی متشکرم. در روزگاری که مردم جهان به وسیله امواج گسترده تهاجم ماهواره‌ها مورد هجوم قرار می‌گیرند، راه نجات تغذیه از گنجینه غنی فرهنگ و هنر ملی است. هنر مردمی یا فولکلور سپر محکمی است برای مقابله با این تهاجم. فولکلور با ریشه‌های ما سر و کار دارد و ما با توجه به فولکلور و حفظ و اشاعه هنر فولکلوریک، بشر صنعت زده امروز را به فطرتش باز می‌گردانیم و ریشه‌های فرهنگش را آبیاری می‌کنیم. پس امشب خود را به امواج دلنواز موسیقی فولکلور تهران می‌سپاریم. با استاد مجید کسرایی. مکس. قربونتون برم الهی، من فداتون بشم. هر زمانی که روزگار امواج گیرنده گنجینه موسیقی فولکلوریک با ریشه ها آبیاری می شود، این امواج را آبیاری می کنی. اجازه بدید با زبون خودم باهاتون حرف بزنم. من قربونتون برم الهی، من فداتون بشم. نمیدونی من الان چه حالی دارم میکنم. تمام عمرم خواب یک چنین لحظه ای رو میدیدم. هر الانم نمیدونم واقعا خوابم یا بیدار. در حال قربونتون برم، فداتون بشم. این امواج دلنواز موسیقی را آبیاری میکنیم با استاد تربیت. استاد تربیت. اگه خوبه یا زشت به پا نوشته جنون، که هر چیزی به دست سر نوشته جنون. بیا تلخی مکن اخم تو با کنیا، که دنیا بی میو مطره چه زشته جون. جونم وادرت وایستونش، این بخش قریشه. این چیزیه که دو ماه تمرین کردیم. میخوای بیتوون واسط بزنم؟ بیتوون کیه؟ من قول دادم. حالا ببین. تیروم تیروم آجون، میخوام برو آجون، بیا جلو آجون، تو باغ نو آجون، از دست پلو آجون، بخور و برو آجون. داش 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 داشم من، بطه ی خش خوشم من، تو چمن آب پاشم من، عاشق دنبکم من، صیاد اردکم من. وای 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 عزیزم حاله چطوره، حالا احواله چطوره، تو که همچی نبودی عزیز چرا دیر اومدی، تو که غمگین نبودی از عمر خود سیر اومدی. وای 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 قربونتون برم الهی، فداتون بشم. آهنگ بعدی که میخوام براتون بخونم اسمش هست فرار مغزها. این قطعه رو تقدیم میکنم به یک دوستی که خیلی دوستش دارم و براش آرزوی خوشبختی و خوشحالی میکنم. عمران منو میگه. اسمشو لازم نیست بگم چون خودش میدونه کیو میگم. فرار مغزها. بچه‌ها
چرا باید متخصصین ما توی خارج بمونن تا پیر بشن؟ میدونی فرار مغزا که بشه همگی توی غربتش اسیر میشن؟ میدونی فرار مغزا که بشه همگی توی غربتش اسیر میشن؟ ای برادر من، خواهر من، حواستو جمع کن، اگه چرت میگم پرت میگم، روی منو کم کن، روی منو کم کن. ای برادر من، خواهر من، حواستو جمع کن، اگه چرت میگم پرت میگم، روی منو کم کن. تو که شاه پسری، بله، خانوم دختری، بله، تو که لیسانس داری، جونم، الگانس داری، جونم، تو که شوهر داری، بله، سه تا پسر داری، بله، وای وای وای، میگی کار ندارم، ندارم، گرفتاری دارم، بله، میگی گرونیه، بله، یکی زندونیه، میگی شهر شلوغه، همیشه پر تق و توقه، میگی شیر تو شیره، کارا پیش نمیره، اصلا خرابی بار میاد، گروه فشار میاد. اینا رو میدونم، میدونم، با تو هم زبونم جونم، ولی اگه بخوای بری لوس 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 آنجلس، چشماتو وا کن، حرفامو گوش بده، منو نگاه کن، اگه هر جا بری هر کاری کنی دنیا همینه، غمو بیرون بکن، شادی بکن، زندگی اینه. ای برادر من، خواهر من، حرف من اینه، هر جا که بری هر کاری کنی دنیا همینه. میخوای لندن بری، واسه موندن بری، میخوای فرار کنی، توکیو کار کنی، میخوای با پول بری، استانبول بری، میخوای بری به فضاش، بشی رئیس ناساش، کافی لیت بخوری، با بیل گیت بخوری، میخوای استاد بشی، با سواد بشی. اینا رو میدونم، میدونم، با تو همزبونم جونم، ولی هر جا بری هر کاری کنی دنیا همینه، توی ایرون بمون درس بخون زندگی اینه، دانشگاه آزاد هر جا بری یه شعبه داره، برو به زردهم یا رودهم نشو آواره، ولی اگه میخوای بری لوس 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 آنجلس، حرفامو گوش کن، آی آتیش نشون، آتیشو خاموش کن، ولی اگه میخوای بری لوس 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 آنجلس، حرفامو گوش کن، آی آتیش نشون، آتیشو خاموش کن، آی آتیش نشون، آتیشو خاموش کن. بجنبی، ما بعد از در پشتی بریم، حالا وقت پیپ کشیدنه، بجنبی، دیر شد، بجنبی. گفتم بعد از یوم پدردار شدیم، همینجوری ولش کردی بره؟ آه؟ منظور چی بیشور؟ هیچ. ببینم مکس به تو چیزی گفته؟ نه. پس من از حضی شوخیه بیمزد خوشم بیم. هی حالا من گیر بده، یه چیزی گفتم دیگه. من اصلا همین جوری پرسیدم. نه آخه قیمت استودیوی بابای من به تو چه مربوطه؟ هیچ معلوم هست از جون بابای من چی میخوای تو؟ غلط کردم بابا، حالا چه عصبانی میشی؟ بس دیگه پگاه جان، شما اصلا ملاحظه موقعیت منو نمی کنید. احسان سلام علیکم. دیگه معطل نکنید، من اینجوری نمیرم، من باید یه خداحافظی درست حسابی با بچه ها داشته باشم. داشته باش. خیلی سفر توپی بوده است. توپ دلم برای تون تنگ میشه. کاشک نمیشه. خیلی دلم خیلی تنگ میشه. پگایی، هوای همگر رو داشته باشینا، همگر رو اذیت نکنینا، تو همون کتابچه رو بنداز دور، فهمیدی؟ گود بوی. خیلی خوب، راه بیفتیم بریم. هیچ وقت فکر نمی کردم از کسی با سر وضع تو خوشم بیاد. منم همینطور، دلم برات تنگ میشه. شما لطف دارین، یه جوری بهت عادت کردم، بد جوری که اینطور. الله اکبر،
بریدن رو دختن بجنبین بجنبین دیر شد نه باید خدا خدا رو بیاد بشینم عزیز بشی کنارم میونه صخره ها ای گل بچینم عزیز بشی کنارم گل سرخ و سفید فقط و فراوون عزیز بشی کنارم نمیدونم کدوم گل رو بچینم عزیز بشی کنارم آخ عزیز بشینی کنارم از عشقت بیقرارم جمعه دو طاقت ندارم حالا نرو از کنارم اگرچه اون ندارم به خدا دوست میدارم به خدا دوست می‌دارم گل سرخ و گلایون دست دسته عزیز بشین کنارم میونه سنگ مرمر ریش بسته عزیز بشین کنارم الهی بشکنه اون سنگ مرمر عزیز بشین کنارم پشت شاکره تنها نشسته عزیز بشین کنارم عزیز بشین کنارم از عشقت بیقرارم جون دو طاقت ندارم حالا نرو از کنارم چایی واسه بیارم به خدا دوست میدارم به خدا دوست میدارم عزیز بشین کنارم از عشقت بیقرارم جون دو طاقت ندارم حالا نرو از کنارم